سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. به کانال من خیلی خوش اومدین. امروز با هم میخوام یه کلاه زمستونی خوشگل درست بکنیم که حالت که لبه داره و حالت آفتابی داره. این قسمت بالاش حالت دایره‌ای داره، اینو میبافیم. این قسمتش هم که یک نواخت بافته میشه و این قسمتش هم که حالت لبه کلاهه، حالت آفتابیشه که دوباره دونه اضافه میکنیم، حالت لبه کلاه را داریم اینجا. خب پس کلن 3 تا مرحله داره که حالا بهتون نشون میدم که چطوری ببافیم این کلاه خوشگل رو. خب فقط من یک اندازه بزنم. این اندازه سر خودمه که دور سر من 56 سانتیمتره. این کلاه اندازه سایز S و M میشه. خب من کلاه رو که اینطوری تا کنیم، خب از این قسمت که متر بزنیم تا اینجا هلوش 22 سانتیمتره. کل کلاهمونم لبه کلاه از اینجا تا اینجا حدوداً 33 سانتیمتره، 33-34 سانتیمتره. خب اینم که داخل کلاهه، این داخل کلاهه، اینم که روی کلاهه. خب با همدیگه بریم آموزش این کلاه خوشگل رو با همدیگه ببینیم. این اندازه دور سر خودمه، 56 سانتیمتره. میایم 56 رو تقسیم بر عدد پی 114 میکنیم تا اندازه اون سر کاسه کلاهی که میخوایم درست کنیم به اصطلاح چقدر باشه، یعنی قطر اون دایره‌ای که میخوایم بالای کلاه باشه چه اندازه باشه، که تقریبا 17 و خورده‌ای میشه که ما روندش میکنیم میشه 18 سانتیمتر. پس اگه اینو کلاه در نظر بگیرین، باید قطر اون دایره‌ای که ما میبافیم 18 سانتیمتر باشه، یعنی اینقدر میبافیم که قطر دایرمون بشه 18 سانتیمتر، که ارتفاع کلاه 10 سانتیمتر تا بالای نزدیکای گوش باید بیاد و نوک کلاه هم باید 5 سانتیمتر باشه، که اینا رو تو کار بهتون نشون میدم. از کانوای آلیس استفاده میکنم. 55% کتانه، 45% آکریلیکه. قلاب شماره 5 میلیمتر استفاده میکنم و یه علامت گذارم احتیاج داره. ولی یک دایره میزنیم به این صورت. نخوا از دایره میدیم بیرون. به این صورت. یه دونه میبافیم، این گره میزنیم. حالا توی این دایره ما میایم 8 پایه ساده میزنیم، یا همون به اصطلاح پایه متوسط میزنیم. 1 2 3 4 بعد جمع میکنم. خب الان 8 دانه داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب حالا میایم رو هر پایه سادهمون 2 تا پایه ساده میزنیم، یعنی الان 8 دانه داریم، تا اینجا که برسیم میشه 16 تا دانه. هر دانه رو 2 تا دانه میکنیم به اصطلاح، به این صورت که اینجا 2 تا میکنیم، بعدی هم 2 تا میبافیم، تو هر پای کوتاه 2 تا میبافیم. همینطوری ادامه میدیم تا 16 تا بشه 16 تا. خب الان روی هر پای ساده 2 تا پای ساده بافتیم. درجه سوم میایم اولین دانه رو 2 تایی میکنیم، یعنی رو هر دانه اول 2 تا پای ساده میبافیم. خب بعد نشانه علامت گذارمون رو باید اینجا روی دانه اولی که 2 تایی کرده بودیم
روی دانه اول میزنیم. اینجا. خب. یه دوتایی بافتیم. حالا بعدش یه دونه تکی میبافیم. بعدش یه دونه دوتایی میبافیم. یه دونه تکی میبافیم. همینطوری تا آخر ادامه میدیم. یه دوتا یه تکی. یه دوتا یه تکی. حالا ما رج سوممونم بافتیم. الان تعداد دانه هامون، تعداد پای ساده هامون باید 24 تا باشه. خب نشانه گذارمون اینجا بود. برای این که کارمون حالت دایره‌ای پیدا کنه، خط داخلش نیفته، ما چه کار میکنیم؟ ما میایم اینجا جایی که علامت نشانه گذار رو گذاشتیم، قبلیش ما یه دونه دوتایی زدیم، یه دونه یکی. میایم این یکیه رو دوتایی میکنیم. یعنی میفته رج بعدی، برای رج بعدی شروع میشه. برای رج بعدی، رج چهارم، ما باید یه دونه دوتا بزنیم، دوتا تکی بزنیم. پس میایم این دوتایی رو روی این میندازیم. یعنی این میشه یکیش. بعد ما دوتاییش میکنیم. میشه دوتا. الان شد دوتا. نشانه گذار رو بر میداریم. این دو دونه، این دوتایی رو که بافته بودیم روی دونه اولش علامت نشانه گذار رو میذاریم، مثل همون رج قبلی که این کار رو انجام دادیم به این صورت. خب حالا این میشه، پس میشه ابتدای رج چهارممون. پس این شد یکی، یه دونه دوتا، یه دونه دوتا مون رو زدیم. حالا میایم دوتا تکی میزنیم به این صورت. خب دوباره یه دونه دوتا میزنیم، دوتا تکی به این صورت آخر ادامه میدیم. خب ما رج چهارمون هم بافتیم. حالا تعداد پای ساده هامون، تعداد دانه هامون باید 36 تا باشه. حالا دوباره میایم همون کار رو انجام میدیم. دوباره میایم این یه دوتایی زده بودیم، دوتا یکی زدیم. حالا میایم دوتایی رج بعدی رو که میخوایم بزنیم به این یه دونه اضافه میکنیم. یعنی این یه دونه که پشت نشانه گذار هست، علامت گذار هست، یه دانه دیگه بهش اضافه میکنیم، میشه دوتایی رج بعدی. بعد میایم نشانه گذار رو باز میکنیم، این دوتایی که هست، این دوتایی که هست، میایم به دانه اولی نشانه گذار رو بالای دانه اولی بس میکنیم به این صورت. از این دوتا، این دوتا دانه. خب حالا برای رج پنجم، خب این میشه یه دونه دوتاییمون. بعد رج قبلی اومدیم یه دونه دوتایی زدیم، دوتا یکی زدیم. حالا میایم تو رج پنجم یه دونه دوتایی میزنیم، سه تا تکی میزنیم. این یه دونه دوتاییمونه. بعد میایم سه تا تکی میزنیم به این صورت. یه دونه دوتایی، سه تا تکی. دوباره همینطوری همینطوری ادامه بدیم تا به نشانه گذار برسیم. یه دونه دوتایی، سه تا تکی. همینطوری ادامه بدیم تا آخر. خب رج پنجم هم بافتیم و تعداد دانه هامون شد 40 تا. همونطور که توجه میکنید تو هر رج باید تعداد پای ساده هامون، تعداد دانه هامون مضربی از 8 باشه. مثلا رج قبلی
مذهبی از هش بود، رج چهارم بود که ضرب در هش بشه میشه 32 تا، حالا رج پنجمه 5 هشتا میشه 40 تا. دوباره میایم این تکیه قبل از نشانمون رو یه پایه ساده بهش اضافه میکنیم که دوتایی میشه به این صورت. بعد میایم نشانه گذارمون رو میذاریم، این دوتاییه روی اینجا میذاریم به این صورت. خب حالا رج ششم هستیم. رج ششم تو رج قبلی اومدیم یکی دوتایی زدیم، سه تا تکی زدیم. حالا میایم تو رج ششم یه دونه دوتایی میزنیم، 4 تا تکی میزنیم. 1 2 3 و 4 تا تکی، یه دونه دوتایی، یه دونه دوتایی، همینطور ادامه میدیم، همینطور ادامه میدیم تا این. خب ما رج ششم هم بافتیم، 6 هشتا میشه 48 تا. تعداد پای ساده هامون الان 48 تاه. خب حالا رج هفتم همینطوری، رج هفتم، نهم، همینطوری میبافیم تا به اندازه 18 سانتیمتر. یعنی قطر این دایره‌ای که ما میبافیم باید به 18 سانتیمتر برسه. همینطوری رج قبلی که اومدیم یه دونه دوتایی زدیم، 4 تا تکی زدیم. رج بعدی میاییم یه دونه دوتایی میزنیم، همونطوری انتقال میدیم به این سمت. یعنی این آخری میشه دوتایی، میشه اینطوری میشه که یکی دوتایی میشه، 5 تا یکی میشه، همشون اونطوری میبافیم. رج بعدیش میشه یه دونه دوتایی 6 تا تکی، همینطوری ادامه بدیم. اینطوری میشه که تو هر رج 8 دانه به پای ساده هامون اضافه میشه که مذهبی از 8 دانه هست. همینطوری ادامه میدیم تا به قطر 18 سانتیمتر برسیم. ما تا اینجا بافتیم 11 تا رج، من بافتم 11 تا رج بافتم. تعداد دانه هامون در رج آخر، یعنی همون پای ساده هامون، شده 88 تا که مذهبی از 8ه. 11 رج بافتم، قطر این دایره ایم که بافتیم شده 18 سانتیمه. حالا اون قسمت سر کلاهمون رو بافتیم، حالا قسمت حالت افقیش که به صورت راسته میاد پایین باید چی کار بکنیم؟ نشانه گذارمون رو بر میداریم. خب ببینید آخرین دانه‌ای که بافتیم تکیه، چون دیگه نمیخوایم اضافه بکنیم، چون دیگه حالت راسته داره دیگه نمیخوایم اضافه بکنیم. و تا اینجا تعداد دانه هایی که از این نشانه گذار اینجا بود، تعداد دانه ها رو از اینجا تا اینجا بشماریم میشه، یا میشه 88 دانه. حالا اینجا تمام دانه ها رو تکی میبافیم. این اولین دانه مونه، نشانه گذارمون رو علامت میزنیم روی اولین دانه‌ای که بافتیم به این صورت، روی اولین دانه‌ای که بافتیم. خب میایم تمام دانه‌ها رو تکی میبافیم. روی هر پایه سادمون یه پایه ساده میزنی به همین راحتی. همینطور ادامه میدیم تکی 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 میزنیم، همینطور ادامه میدیم
تا به 10 سانتی متر برسه. ما حدود 10 سانتی متر بافتیم. من با این کانوا حدوداً 14، یعنی در واقع 14 رج تکی بافتم که حالت اینطوری پیدا کرده. این حالت صاف همینطوری بافتیم رو به بالا که اندازه کلاهمونه. این که قسمت بالای کلاهست، اینم تا گوش میاد. حدوداً گفتیم که اینجا باید 10 سانتی متر باشه. از اینجا شروع شده تا اینجا حدوداً 10 سانتی متره. خب. حالا تا اینجا که ساده بافی کردیم، حالا میخوایم لبه های کلاه رو بزنیم. برای لبه های کلاه باید دونه اضافه بکنیم. خب. حالا تعداد دانه هایی که ما الان داریم، تعداد پایه ساده هامون 88 دانه است. خب حالا بریم که با هم شروع بکنیم که چطور لبه کلاه رو بندازیم. از توی کاردرش میاریم نشانه گذار رو. خب حالا 7 تا دونه تکی میزنیم که این اول میشه علامت گذار رو میذاریم، سنجاقک کوچولو رو میذاریم. 1، 2 تا تکی، 1 دونه تکی، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا و 7 تا. 7 تا اینطوری 7 تا تکی میزنیم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. 7 تا تکی میزنیم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. به این صورت 7 تا تکی میزنیم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. حالا تعداد اینو که بخوایم مشخص کنیم به این صورته که ما 88 دانه داشتیم اینجا. 88 دانه تقسیم بر 8 میشه 11 تا. خب ما یعنی باید 11 تا دانه به اینجا به این رج اضافه بکنیم. یعنی 7 تا تکی میزنیم، دانه 8مو میایم 2 تایی میکنیم. یعنی در آخر ما 11 تا دانه، 11 تا پای ساده به این رجمون اضافه میشه. خب همینطوری ادامه میدیم که 7 تا تکی میزنیم، 1 دونه 2 تایی. ما رج رو تا آخر بافتیم. حالا دوباره رسیدیم به اولین دونم. خب این رج رو اینطوری می بافیم که همه دانه ها رو تکی می بافیم. یعنی هیچ دانه ای اضافه نمی کنیم. بالای هر پایه سادم رو یه پایه ساده میزنیم، یعنی تک تک میبافیم. همینطوری تک تک میبافیم تا آخر. خب ما رج دوم لبمونم لبه کلاه هم بافتیم. حالا رج سوم. برای رج سوم لبه ما دوباره باید بیایم پای ساده اضافه بکنیم. پس 99 تا دانه داریم. حالا اگه تقسیم بر 11ش کنیم میشه 9 تا، یعنی 9 تا دانه بهش اضافه میشه. پس میایم اینجا 10 تا تکی میزنیم، 1 دونه 2 تایی میزنیم. به این صورت که توی اولی 1 دونه تکی نشانه گذارمون رو میذاریم، 1 دونه تکی، یعنی 10 تا تکی میزنیم. چهار تا، 5 تا، 6 تا،
هفتا، هشتا، نهتا، دهتا، دهتا تکی. خب ما اینجا دهتا تکی زدیم، حالا میایم دونه یازدهم رو دوتایی میکنیم، یعنی دوتا پای ساده توی دانه یازدهم میزنیم به این صورت. این دو تای قبلیمو بود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا تکی، یه دونه دو تایی. همینطور تا آخر ادامه میدیم. خب ما رج سوم هم بافتیم، رج سوم لبم بافتیم، حالا رج چهارم. رج چهارم هم تو هر دانه میایم یه دونه تکی میزنیم، یعنی تا آخر همه رو تا اینجا تمام دانه ها رو تکی میزنیم، دیگه دونه ای بهش اضافه نمی کنیم، همینطوری تکی میزنیم تک تک میزنیم تا آخرش. خب رج چهارم هم بافتیم، حالا رج پنجم هستیم. رج پنجم دوباره باید بیایم دانه اضافه بکنیم. خب ما باید 11 تا تکی ببافیم، یه دونه دوتایی ببافیم تو این رج. خب برای اینکه کارمون حالت تاب بر نداره، به اصطلاح حالت چینچینی نشه، ما میایم برای اینکه این دوتا دوتایی که انداخته بودیم کنار هم نیفته و حالت چینچینی پیدا نکنه، میایم اولین جایی که میخوایم اضافه کنیم ما 5 تاشو میزنیم، به این صورت که ما میایم دونه اولمون رو تکی میزنیم، تکی زدیم، خب میشه 1. 11 تا بعد بزنیم، میایم 1 زدیم، 2 تا تکی، 3 تا، 4 تا و 5 تا. بعد 11 تا تکی بزنیم، بعد یه دونه دوتایی بزنیم، ولی ما میایم اینجا 5 تا تکی میزنیم، بعد یه دونه دوتاییمون رو میزنیم. حالا این آخر کار اون 6 تای بعدی 11 تا هم تکی میشه، یعنی 6 تا از این تکی که اینجا میخواستیم بزنیم و میندازیم عقب کار، به خاطر اینکه حالت چینچینی کارمون لبه کارمون پیدا نکنه. پس میایم اول 5 تا تکی میزنیم، دونه ششم رو دوتایی میکنیم و بقیهش رو همونطوری میزنیم، یعنی همونطوری که باید میزدیم، یعنی 11 تا تکی میزنیم یه دونه دوتایی میزنیم، به این صورت که 11 تا، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا تکی، یه دونه دوتایی. همینطور 11 تا تکی میزنیم، یه دونه دوتایی، 11 تا تکی، یه دونه دوتایی، 11 تا تکی، یه دونه دوتایی، تا این آخر کارم اون وقت بهتون نشون میدم. خب ما اینجا آخر کاره، اول کار اومدیم 5 تا تکی زدیم یه دونه دوتایی، بعد 11 تا تکی زدیم یه دونه دوتایی زدیم. خب حالا گفتیم که این 11 تا تکی 5 تاشو این ور میزنیم، 6 تاش این ور میافته، اینطوری که میبینید 6 تا تکی، این یه دوتایی، 6 تا تکی هم اینجا میزنیم تا آخر کار. 1 2 تا
سه، چهار، پنج و شش. به این صورت. خب حالا رج شیشم، رج شیشم هم میایم همه دونار رو تکه میزنیم. به این صورت دونه اوله، علامت گذار هیچ وقت فراموش نکنید سجش بذارید، چون اول و ابتدای کار رو فراموش میکنید کجا بوده. میایم تمام رو تمام پای ساده ها، رو تمام دانه هامون یه دونه پای ساده میزنیم، تکی تکی میزنیم همینطوری تا آخر، همینطوری ادامه میدیم. خب کلاه ما الان این شکلی شد، ما شیش رج برای لبش بافتیم. حالا برای اینکه دور کلاهمون خوشگل بشه، لبه هاش حالت سیخ پیدا بکنه و قشنگ شق و رق وایسه، باید چیکار بکنیم؟ خب برای لبه کار اینطوری میکنیم که برای اینکه کارمون، لبه کارمون حالت شق و رق پیدا کنه، این کارو میکنیم. دونه اولمونه میم، نه خب دور قلابمون نمیپیچیم، از دانه رد میکنیم. به این صورت نخو دور قلاب میپیچیم، از این رد میکنیم. یه کمی اینو شل بگیرین، خیلی سفت نگیرین چون خیلی جمع میشه، یه کمی شل بگیرین از توی قلاب و از توی دانه رد میکنیم. نخو دور قلاب میپیچیم و از دانه و از نخمون رد میکنیم. دوباره به همین صورت از نخمون رد میکنیم. یکم اینو شل بگیرین، حالت قشنگی به کار میده، خیلی سفت نگیرین. به این صورت. این شکل میشه، همینطوری تا آخر ادامه میدیم. خب به آخر رج رسیدیم، یعنی در واقع همون آخر کار رسیدیم. همینطوری بین دوختمون اینو رد میکنیم، همین به صورت تصادفی همینطوری. اینقدر کافیه بقیه چیز میکنیم. این هم لبه کاره که این شکلی شد. این هم از کلاه لبه داره ما، که اینکه یه آب بخوره خیلی خوشگل ترم میشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدافظ.